می نویسم از غروبم، از سقوط هفت هزار سال. پیش شهرگری را از کهن، ما برای دیگران بگذاشتیم. پدرم که از کودکی برای من قصه های زیادی میگفت، برای ما همه بچه ها، و شعرها و ترانه های بسیاری میخوند، از جمله میگفت: کس نخارد پشت من جز ناخونه انگشت من. حالا اسماعیل وفا یغمایی دیدم که یک شعری در این رابطه بلند نوشته و شرح حال خودش و جدایش از مجاهدین خلق و اینا هم به شرح داده. گفتم امروز خوب است که چند خطش براتون بخونم. میگه: فاش گویم این سخن، فاش گویم این سخن، گو باز گردد مشت من. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. بعد ما تکرار در ایران بسی کشتار شد، ای بسا سرها که به دست شیخنا بردار شد. مرگ بر هر خانه ای باران شد، آوار شد. درد و ماتم دور هر دل همچنان پرگار شد. این سخن ما را ولی هر روز و شب تکرار شد. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. در شکاف آمریکا و اروپا خوب و خوش رفته بود از فلت شادی از سر ما عقل و هوش. چون که آن بانو، رئیس سابقشو میگه، چون که آن بانو و انگشتش جدا شد با طلاق، بعد ایامی غم و درد تجرد، با فراق کرد پشت ما تقاضا که از روی رفاق خارشی. در حجله گاهی و خارشی در حجله گاهی یو سفر سوی عراق. زین سبب خواندیم اندر هجره در توی اتاق، فاش گویم این سخن، گو باز گردد مشت من. فاش گویم این سخن، گو باز گردد مشت من. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. امروز میخوام در این رابطه بهتون صحبت کنم که پشت شما رو جز ناخن انگشتتون هیچ دیگه نمیخارونه. مهدی جان نکنید بشینید فکر کنید که یکی میاد شما رو نجات میده. شما باید پاشید خودتون. ناجی در طول تاریخ پس از شورش مردم اومده. الان که دیگه بهتون ثابت شد. به در مسجد اگر کم رفتم، به در مسجد اگر کم رفتم، هی میخانه دمادم رفتم. بعد از این گوش به زاهد نکنم، بیش از این گوش به زاهد نکنم. جهنم که جهنم رفتم، جهنم که جهنم رفتم. هفت سال پیش ناهنگ مونده هنوز، نه دیگه بهمن پنجاب و هفته،
که بهمن 57